مطمئنن تویی که داری ویدیوهای منو میبینی شخصی هستی که دوست داری با احترام باهات رفتار بشه، دوست داری که اطرافیانت بدونن قدر تو رو و جایگاهی که تو زندگی اونها داری پررنگ و مهم باشه. در واقع دوست داری که عین یک پرنسس، عین یک ملکه با تو رفتار بشه و اصلا هم چیز زیادی نیست. فکر نکن که خیلی داری بزرگ فکر میکنی و خیلی چیز غیر معقولیه. در واقع باید با تو همینطور که من میگم رفتار بشه. هر چقدر که آدم ها احترام بیشتری یاد بگیرن به تو بذارن، هر چقدر که بیشتر مراقب رفتارشون باشن، هر چقدر که برای داشتن تو سرویس بیشتری بدن، تو توی زندگی اون افراد مهمتر خواهی بود و اونها اصلا حاضر نیستن همچین شخصی رو از دست بدن. مورد اول، با خودت مثل یک پرنسس رفتار کن. در مرحله اول من و تو برای اینکه به اطرافیانمون بفهمونیم که من یک پرنسسم، من یک ملکه هستم و تو باید با من عین یک ملکه رفتار کنی، اینه که خودم به بقیه نشون بدم که خودم با خودم چه رفتارایی دارم. به عنوان مثال، اگر من آدمی باشم که دائم دارم با خودم بد صحبت میکنم، به خودم فحش میدم، خودم رو سرزنش میکنم، با لحن بد با خودم صحبت میکنم، خودم رو ضایع میکنم جلوی افراد، غذای چرت و پرت میخورم، یعنی اصلا برای این وجودم و این بدنم ارزش قائل نیستم، هر چی دم دستم بیاد میخورم، غذایی که میخوام برای خودم بکشم بیارم به بدترین حالت ممکنه، ولی غذایی که میخوام بذارم جلوی یه نفر دیگه به بهترین حالت ممکنه. یعنی چی؟ یعنی کمترین ارزش رو من برای خودم قائلم. اینو اطرافیان میبینن، حتی اگه به صورت واضح اینو از رفتار تو نفهمن که تو به خودت اهمیت نمیدی، به صورت ناخودآگاه متوجه میشن که تو برای خود ارزش قائل نیستی. اولین نفری که اون اعتبار و اون احترام رو بهت میده خودتی. در این صورته که آدم ها میفهمن باید با تو چطور رفتار کنن. اگر تو خودتو از بقیه پایین تر بکشی، خودتو کوچیک کنی، رفتارهایی نشون بدی که متوجه بشن افراد تو با خودت داری مثل یک فرد کم ارزش رفتار میکنی، و خیلی همونی رفتارا رو انجام میدیم تا زمانی که میفهمیم خود واقعیمون کیه، اون وقت خود واقعیمون رو پیدا میکنیم، بعد میگیم که نه اصلا تو در حدت نبود این کارهایی که میکردی و این شیوه زندگی. تازه اونجا به خودمون میایم میگیم که چقدر در حق خودم من بد کردم. تا حالا این جمله رو به خودتون گفتین؟ چقدر من در حق تو وقتی داری با خودت صحبت میکنی نامردی کردم، چقدر تو رو اذیتت کردم. و تا زمانی که شروع نکنی به بالا بردن خودت، افراد نمیفهمن که با تو چطور رفتار کنن. اون زمان که شروع میکنی به احترام دادن به خودت، به اعتبار بخشیدن به وجودت، یک نفر از دور که نگاه میکنه کاملا متوجه میشه و میگه اگر من بخوام توی زندگی این فرد وجود داشته باشم، باید حداقل 5 پله بالاتر از رفتاری که خودش با خودش داره نشون بدم تا بتونم تو زندگیش وجود داشته باشم. مورد بعدی، همیشه مؤدب و محترم رفتار کنید. توی که یه پرنسسی باید مؤدب باشی، باید احترام بذاری به اطرافیانت. همونطور که در مرحله اول یاد گرفتی به خود احترام بذاری، باید به بقیه هم احترام بذاری. بعضیا اشتباه میکنن، انقدر خودشون رو به صورت پوچ میبرن بالا که سوء تفاهمی براشون به وجود میاد، که فکر میکنن انقدر خودشون بالا هستن و آدمهای اطرافشون فاقد اعتبار هستن و بقیه رو کوچیک میکنن، تشکر نمیکنن، احترام نمیذارن، مؤدب چیز رو اگه بخوان درخواست نمیکنن، حالت طلبکارانه به بقیه دارن، فکر میکنن که چندین و چند قدم از اون آدمی که اونجا هست بالاترن و بقیه وظیفه شونه کاری برای تو بکنن. شما باید بدونین که یک پرنسس واقعی به بقیه احترام میذاره، خب از بقیه تشکر میکنه. اگر یه لیوان آب دستت داد کسی تشکر میکنی، اگر کسی کاری برات انجام داد اون کارشو میبینی و خودتون نمیزنی به ندیدن. اگر درخواستی داری خیلی مؤدبانه اون درخواست رو بیان میکنی، میشه لطفاً اگر امکانش هست برات مقدوره که این کار برای من انجام بدی؟
باید دقت کنی تو صحبت کردنت اگر دلت میخواد بقیه هم دقت کنن تو حرف زدن با تو. مورد بعدی اینه که کیفیت ظاهرتون رو به حد اکثر برسونید، یعنی تو جایی که ممکنه یک نفر تمیز باشه، تو جایی که یک نفر ممکنه خوب بپوشه، تمیز بپوشه، به پوستش برسه، به موش برسه، به ظاهرش برسه، تا جایی که در توانتون هست دریغ نکنید. خیلی ها گارد میگیرن، میگن که چرا انقدر توی صحبتات به ظاهر میپردازی، چرا انقدر تاکید میکنی؟ چون مهمه، خیلی هم مهمه. یعنی اون نمای کار، چیزی که تو اون بیرون هستی، خیلی مهمه. من باید اول بیرون رو ببینم، بعد اگه بیرون به دلم نشست بیام تو. و این چیزی که دارم الان نشون میدم تجلی از درون منه. کسی که وقت میذاره، بچه ها، کسی که وقت میذاره میره خرید میکنه، به عنوان مثال یه آیتم هایی رو میخره، اهمیت میده به چیدمانش، به اون مدلی که میخواد کنار هم قرار بده، یک استایلی درست میکنه که وقتی چشم من و تو بهش خورد خوشمون بیاد، حس خوب بهمون دست بده. این آدم انرژی گذاشته، وقت گذاشته، از توانش استفاده کرده، پس این آدم لیاقت اینو داره که من بهش بپردازم، این آدم لیاقت اینو داره که من برم ببینم آقا این که بیرونش انقدر زیباه توش چه خبره. کسی که بهداشتش رو رعایت میکنه، بچه شما هر چقدر که به ظاهرتون بیشتر برسین، من نمیگم برین عمل کنین، برین نمیدونم کارهای اگزاجر انجام بدین، من بهتون میگم که آقا این مو که الان رو سرت هست دیگه، این مو رو بهش برس. خب این پوست صورت تو برو بهش برس، بدنی که الان داره بر تو کار میکنه برو ورزش کن بهش برس، میخوای بری خرید دقت کن، 4 تا لباس بخری که بیشتر تو رو زیباتر نشون میده. من حرفم اینه، هر چقدر که روی ظاهرتون شما مانور بدین، اعتماد به نفس بیشتری هم خواهید داشت. بچه شما یه هفته برین اصلا به خودتون نرسین، خودتون رو ول کنین، اون وقت ببینین ناخودآگاه ذهنتون شما رو یک موجود بی ارزش میپنداره یا نه. حالا اون وقت برعکس کسی باشین که داره اهمیت میده، میره به خودش میرسه، کارهای روتینش رو انجام میده، بعد این حس رو به خودت میده که من وجود ارزشمندی هستم. بعد اون کسی هم که اون بیرون وایستاده میدونه که وقتی که اون آدم که من باشم داره بهترین تیپی که میتونه رو میزنه، بهترین لباسی که میتونه رو میپوشه، بهترین غذایی که میتونه رو میخوره، مثلا تمیزه، منم وقتی میرم وقتی پیش فلانی باید تمیز باشم. مورد بعدی اینه که معقول رفتار کنید و معقول حرف بزنید. بچه ها این ریاکشن هایی که صرفا هیجانی هست رو سعی کنید کنترلش کنید. روی احساساتتون هر چقدر که بیشتر و بیشتر بتونین کنترل داشته باشین، آدم قوی تری هستین. آدم های ضعیف روی احساساتشون کنترل ندارن، خشم سریع روی این افراد غالب میشه و کلن یه آدم دیگه ای میشن. خیلی از افراد طرز صحبت کردنشون درست نیست و اراده هم روش ندارن. هر چقدر که بهش میگی آقا طرز صحبت کردن تو درست کن، درست کن، درست کن، این آدم ها نمیتونن، مغلوب اون احساساتشونن. پس یاد بگیر که چطور توی موقعیت های مختلف صحبت کنی. کنترل صحبت کردن تو باید تو دستات بگیری. کجا باید آروم صحبت کنی، کجا باید آهسته تر حرفتو پیش ببری، کجا تون صدات باید بیاد پایین، کجا تون صدات باید بره بالا، کجا باید شمرده شمرده حرف بزنی، کجا نباید این کارو کنی. کنترل تک تک اعضای بدنتو تو دستات داری و به صورت خودآگاه متوجه هستی که هر کدوم قسمت از بدنت داره چی کار میکنه. اینه قدرت، میدونی؟ بعد گوش بدی که اون طرف داره راجع به چی صحبت میکنه، بعد جوابشو بدی و صرفا حرفشو قطع نکنی. خیلی آروم آهسته و خیلی وقتا باید متوجه رفتارهای بدنت باشی. ما یه سری از رفتارامونو که انجام میدیم مثلا حالیمون نمیشه که الان چی کار کردیم، بعد یه نفر میاد بهت میگه چرا اونجا همچین رفتاری از خودت نشون دادی، خیلی کارت زشت بود، و تو میگی من مگه چی کار کردم؟ این به این دلیله که تو روی اعضای بدنت، روی حالتات کنترل کافی نداری. تو زمانی که میشینی، زمانی که بلند میشی، زمانی که حرف میزنی، زمانی که پاتو میدازی رو پات، تمام حرکاتت
باید سنجیده باشه و تو بفهمی الان تو چه موقعیتی هستی. حتی زمانی که داری صحبت میکنی، این فیس صورت تو که خودت نمیبینی، ولی اون طرف مقابل داره میبینه و یه سری میمیکا ممکن صورتت به وجود بیاد که تو اصلا خودت متوجه نشی که همچین میمیکایی تو صورتت اومده. تو حتی باید رو اینم کنترل داشته باشی، یعنی ببینی که زاویه صحبت کردن تو با اون افراد به چه نحوه. تمام اینها مهمن بچه ها. مورد بعدی اینه که یک پرنسس قبل از این که ازش درخواست کمک بشه، خودش پیشنهاد کمک کردن رو میده. و خیلی هم برامون پیش اومده توی موقعیت هایی بودیم که حالا اون آدم ها رو شاید نمیشناختیم، ولی با کوچکترین انرژی و کاری میتونستیم به اون آدم ها کمک کنیم. اگر توی اینجور موقعیت ها بودین بچه ها، دریغ نکنید. مثلا یه دارین راه میرین، دارین یه دری رو باز میکنین، یه نفرم پشتتونه، اون در رو نگه دارین، خب اونم رد بشه. یا توی هر محیطی اگر میبینین یک نفر با یه چیزی داره کلنجار میره، سعی کنید که پیشنهاد کمک کردن به اون آدم بدین. شاید مثلا روش نشه، مثلا بارها شاید توی موقعیتی بودین طرف میخواست یه چیزی رو امضا کنه، بنویسه، سر کلاس بودین، خودکار نداشته، تو بهش پیشنهاد بده، بگو خودکار میخواد، یا نمیدونم توی باشگاه جایی هستی یه نفر میخواد وزنهاش رو خالی کنه، خب از دست تو برمیاد، انرژی هم ازت نمیگیره، و بهش بگو که نیاز داری کمکت کنم که حالا مثلا اینو انجام بدین. با کوچکترین چیزها شما ارزش، صمیمیت و اون انرژی خوب رو بتونین به اطرافیانتون منتقل کنین، کاری که دقیقاً یک پرنسس انجام میده. و آخرین موردی که میخوام بهش بپردازم مربوط میشه به آداب غذا خوردن، اینکه من چطوری سر میز یا سفره بشینم، حالت نشستنم چجوری باید باشه، چطور باید غذا بخورم، دهنم باید بسته باشه، باز باشه. خب 100% شما زمانی که غذا میخورین باید کامل دهنتون بسته باشه، خیلی دهنتون رو باز نکنین زمانی که میخواین قاشق رو بذارین توی دهنتون، دندوناتون خیلی با قاشق نخوره، با صدای بلند سر میز حرف نزنین، غذا رو آروم بجوید و دهن پر که اصلا صحبت نکنین. تمام این آداب ها مهمه. اگر دقت کرده باشین به خانواده های سلطنتی یا اگر توی فیلم ها دیده باشین، میبینین که غذا خوردنشون چقدر آداب و رسوم داره، چقدر به این موضوع بها میدن و میپردازن. پس 100% آداب غذا خوردن من و تو هم مهمه، زمانی که میریم رستوران، زمانی که میریم دیت با یه آدم، زمانی که نشستیم سر سفره، چطور من باید آداب غذا خوردن رو به جا بیارم و رعایت کنم. اگر دوست داشتین بگین، حتما راجع به این موضوع یه ویدیو براتون درست کنم و تمام مراحلش رو بهتون توضیح بدم. و مثل همیشه مرسی تا اینجای ویدیو همراه من بودین. اگر این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنین، سابسکرایب یادتون نره و اینم فراموش نکنید که من عاشق وجود تک تک شما هستم. دوستتون دارم، توی ویدیو بعدی میبینمتون. خدافظ.